اشتباهات رایج هنرجویان پیانو، نشستن نادرست. شیوه نشستن خیلی مهمه. باید به گونه‌ای پشت پیانو قرار بگیرید که هر دو پای شما به راحتی روی زمین قرار گرفته باشه. ارتفاع صندلی نه خیلی کم و نه خیلی زیاد باشه. فاصله شما از پیانو هم در حد متناسب باشه. اگر از پیانو دور باشید یا خیلی نزدیک باشید، نتیجه خوبی نمی گیرید. و اگر مطالب بالا رو رعایت نکنید، در پایان تمرین با شانه درد و کمر درد هم مواجه خواهید شد. به اندازه کافی تمرین کنید. شاید باورتون نشه، اما تمرین بیشتر از حد هم باعث مشکل میشه. معمولاً برای هنرجوهای مبتدی روزانه 10 دقیقه تمرین کافیه. عضلات دست و انگشت‌های شما باید هماهنگی لازم رو با ساز پیدا کنن. معمولاً تمرین‌های کوتاه در طول هفته خیلی بهتر از تمرین‌های طولانی در یک روزه. تمرین‌های طولانی باعث گرفتگی عضلات و احساس درد در انگشت‌ها میشه. حتی نوازنده‌های حرفه‌ای هم در نوازندگی‌های طولانی با مشکل مواجه میشن. هرچه مهارت بیشتر بشه، میتونید مدت زمان بیشتری بنوازید. روتین تمرین کنید. تمرین‌های روزانه در طول هفته اثر بخشی بیشتری داره. ما همیشه به هنرجوها تأکید می‌کنیم که تمرین پیانو رو به یه عادت روتین در روز تبدیل کنن. حتی اگر تمرین‌ها کوتاه باشه. الگوهای انگشت گذاری اشتباه. حتماً انگشت گذاری‌های خودتون رو همونطور که در آموزشگاه پیانو گفته میشه انجام بدید. بعضی از هنرجوها به خاطر عجله‌ای که در نوازندگی دارن، نوت‌ها رو به آسون‌ترین شکلی که تصور می‌کنن با انگشت دلخواه می‌نوازن. و این کار اول شاید به نظر مشکلی نداشته باشه، اما در آینده برای اجرای قطعات سرعتی و دشوارتر با مشکل مواجه خواهید شد و چون انگشت‌ها به شیوه غلط عادت کردن، اصلاح اونها مشکل و زمانبر خواهد بود. پیانوتون رو کنج اتاق مخفی نکنید. اگر سازتون از دید مخفی بشه، علاقه شما به نوازندگی کم میشه. پیانو رو در محیطی باز و دلنشین رو به پنجره قرار بدید. باید زمانی که می نوازید حس خوبی رو به شما منتقل کنه. همیشه نوت‌های موسیقی رو از منابع معتبر تهیه کنید، چرا که نوت‌های اشتباه باعث یادگیری اشتباه میشه. نوت دونی، بزرگترین آرشیو نوت‌های موسیقی. آدرس سایت www.notduni.com